این چند هفته من چند تا کتاب خوندم که گفتم که با بقیه مردمم در اشتراک بذارم اینها رو یه چند تا کتاب در مورد انقلاب مشروطه یه کتاب ادوارد براون هستش پروفسور ادوارد براون هستش اینو از archive.net نت میشه دانلود کرد به فرمت های مختلف موبی پی دی اف این حرف ها. و به فارسیش هم من پیدا کم دانلود کم این گوشتم زیر یک چیزی دارم به نام bibotoo.com slash box اونجا که نگاه بکنین میرزا آقا خان و این حرف بعد کتاب ایور براون که فارسیش که احتمالاً سانسور شده است و من کتاب فارسی زیاد قابل اطمینان نمیدونم نمیدونم صد در صد برای این هم انگلیسیش رو پی دی اف خوندم و هم یه کپیش از آمازون رو پرینت میکنن برای تو هم میفرسن بعد uh, ایدور خیلی دیتیل جالبی داشت و مخصوصا نقش تروریسم اینکه انقلاب مشروطه اصلا با تروریسم شروع شد همه مسائلی که امروز ما در تمام جهان در آمریکا در ایران همه جا میبینیم uh, یکی نفوذ دولت روسیه یکی دولت سگ ما به گربه ها می anyway, دولت روسیه که چقدر اعمال نفوذ می کرد و اینکه اصلا نقش تروریسم چقدر مهم بود و اینکه اصلا انقلاب مشروطه به شاید سمر نمیرسید مگر اینکه ناصر شاه ترور می شود. یعنی ترور اون شخص تا حدی مهم بود و حالا نقش سید جمالدین اصد و کلا این تروریسمی که بعضی مسلمون ها شروع کردن و کلا نقش روسیه در همه این داستان ها خیلی جالبه و حتی وقتی که و حتی وقتی که مجلس را افتاد تا مدتها کسی مجلس رو جدی نمی گرفت و چقدر اولا فساد وجود داشت در مجلس و چقدر افراد مختلف از روی دروغ و تظاهر خودشون وارد مجلس می کردن و لیاخوف در تلگراف های خصوصیش گویا نوشته که اینجا اصلا مجلس نیست اینجا مجموعه یه موش و دزد و چه میدونم حق باز و افعی و اینها اینجا مجلس نیست از این برای خودشون اینها دلایلی آورده بودن این چه شعر قشنگه که ایبورد براون به سبک شعر فارسی نوشته To all who by their thought or word or deed have aided Persia in her hour of need Whether by tongue or pen or sword they wrought, whether they strove or suffered, spoke or fought, whether their services were small or great, this book of mine I humbly dedicate. چرا <laughs> ادوارد ذهن غربی ها وجود داشته و هنوزم وجود داره که این, ایرانی ها عقب موندن دور افتادن اطلاعات علم فلسفه هیچی بهشون نرسیده نه از هیچی هیچی نمیدن دوباره و دوباره ادوارد براند سعی میکنه در این کتاب و کتاب های دیگرش سعی میکنه که نشون بده که اینها هم انسان هستند، اینها هم عاقلن اینها هم میتونن همکاری بکنن مثلا کل این داستان انقلاب مشروطه که شما تجزیه تحلیل میکنیم میخواد نشون که ببینید چقدر نیروهای مختلف چطوری تونستن با هم کنار بیان ایلهای مختلف نژادهای مختلف مذهبهای مختلف یکی ارمنی یکی کرد یکی مسلمان یکی چیه اینها تونستن جمع بشن و این انقلابو چی بگم و جایی میگه این انقلاب بعدها خب بالاخره به شکست برخورد اگر مردم شکست این انقلابو در کرده بودن شاید سر انقلاب سال 57 متوجه میشن که دوباره همون اشتباهات تکرار شد و نمیذاشتن که اشتباه تکرار بشه آف. یکی این داستان خیلی جالبه هستن جنگ ها و تیراندازیها ها و گشت گریز توی محلات مختلف تهران که اصلا من نمیدونم مثلا زرگنده این برابر آدم کشته میشده گروه های مختلف با هم چی میکردن سر همون جریانی که میخواستن که گروه مختلف بیان تهران رو به صلاح چی بکنن تهران رو ببرن و بابش کنن بازش کنن و دست کسایی مثل لیاخوف و دیگر رو در بیارن محمد علی شاه رو بالاخره بندازن کنار واقعا 500 نفر اون روز کشته شده جالب ما فکر نمی کنم اینقدر چی باشه حالا این ادوارد بران میخواد توضیح بده که چقدر اتفاقا کمه 500 نفر چقدر کمه ولی من نمیدونم حتی در اون یکی دو روزی که اومدن تهران رو بگیرن فتح بکنن حتی 500 نفر کشته شدن that's amazing همیشه من فکر خیلی با صلح و سفان یا خیلی راحت اومدن و گرفتن و رفتن جدا انیویز این کتاب که خیلی جالبه بعد چند تا کتاب دیگه من دارم گذاشتم که در مورد ام... ام... میزا کرمانی هستش کتاب های میزا کرمانی هستش یا در مورد میزا آخان... آخان کرمانی ام... و بعد پیش از او کسی دیگه خب که اسمش رو میدارم فتلی خان میزا فتحالی خان آخونزاده هستش اینجا این کتابش گوشتم اینجا مکتوبات کمال و دوله این کتاب اول نوشته شده و بعد می آقا میزا خان کرمانی بر اساس این نظریت خودش رو اضافه کرده و در کتاب سه مکتوب گذاشته سه مکتوب هم اینجا گذاشتم حالا این سه مکتوب پیدا نمی کنم برای با اضافهش میکنم اول به نظر واقعا مهمه که کتاب آخون زده رو بخونیم بخواد دیگه من با, با همه افکارش موافق نیستم با ولی به نسبت یه نفر که 1850 این این چیزا رو نوشته 150 60 سال پیش این مطالب رو نوشته بسیار پیشرفته است یعنی بیش بسیار بیش و پیش از احمد کسروی مطالبی رو عنوان کرد که واقعا جالبه بعد بعد بر مبنای اون آخونزاده بر مبنای حرف آخونزاده میرزا آخان کرمانی میاد کتاب سه مکتوبش رو مینویسه که مکتوب اولش خیلی شبیه به آخونزاده است و زیاد جالب نیست به نظر من بعضی چیزاش ولی بعضی هم خیلی خوبه مکتوب دوم و سومش به قدری خنده دار میشه به قدری جالب میشه که نشون میده که چقدر ذوق هنری و ذوق نویسندگی و ذوق رمان در آوردن داره یک مخ... م... م... مکالمه هستش بین یک شخصیتی به نام سوسمار و دوله و کلانتر و فقط راجع به تکس ها راجع به مالیات هایی که از مردم میگیرن بله مکالمه دیالوگ بسیار بسیار خنده و بهرام چوبینه مقدمه ها میتونن تا حدی جالب باشن ولی بعضی هم واقعا نظرات شخصی رو اضافه کردن خیلی وقت من چون مقدمه هایی که ایرانی ها می نیسن. واقعاً واقعا تئوری با اینکه خیلی جالبه کلی هم رفرنس میذارم ولی بعضیش اجتباس. ولی نمیدونم بخونیم ولی with a grain of salt یه خود باید حواستون جمع باشه چند تا تیکش اینجا من میذارم که ببینید راجع به صرف و نحو اولا اش، اشکالات زبان فارسی و بعد عربی اینکه چقدر اخوندا وقت میذارن عربی بالا پای میکنن ولی آخر نمیدونن دو تا جمله به عربی حرف بزنن این داره راجع به آخونده صحبت میکنه که 20 سال متمادی هم صرف صرف نحو و صرف و نحو میکنن و ترجمه یک عبارت عربی رو به فارسی نمیتونن بنویسن بعد از مصاحبت عتبات عالیات میآیند این و پس تحصیل هوای گرم عربستان در دماغ و آن بیچاره نادهان اجازه قتل مسلمانان رو از جانب بگیرد خب بگم از اینجایش اگزاجریتده حق فتوا و حکم اینجا نشه خلاصه به اعتقاد من ظلم و خرابی ملاهای ایران به بیچارگان بیشتر از سلاطین ظلم و جور است دو ساعت هم از محسنات خطود معمول ایران باید نوشت کار خط را به جای رسانیدن که خواندنش موقوف به رمل و استرلاب است همه خط نقاشی و رمز است راست میگه خیلی از قربی هایی که به ایران اومده بودن همیشه از این توضیح صحبت میکنن که حتی میرزاها نمیتونن خط خودشونو بخونن حتی چه به خط دیگران و همیشه دارن کشتی میگیرم با نامه های هم تا امروز روزش هم شما که به فارسی میچن نه که اعراب نداره خوندنش مشکله بعدم اسکن که میکنن مشکل میشه دیتلاش اب میره و خیلی وقتا نقطه ها میفته مثلا نقطه خیلی چیز مشکلیه چون چه در نوشتن چه در حکاکی سنگ چه در اسکن کامپیوتر نقطه زود اب میره و جای اشتباه به وجود میاره اینم یه جمله خندهدار دیگه متحیرم آیا درجه سفاحت ایرانیان را بر درجه بدبختی ترجیح بدم یا برعکس اینجا یه جمله دیگه راجع به اینکه انگلیس چقدر مثل داره میدوشه این کشور و قسمت های مختلف شد ولی بازم مردم کرمان و شیراز و اصفهان مجده تسلط و پادشاهی انگلیس را به یکدیگر دیگر میدهند این واقعیت داره که مردم خود مردم ایران به قدری از رژیم و حکومت های خودشون در طول تاریخشون بد گفتن و دشمنشون بودن که ترجیح میدونن که روسیه بیاد بگیره یا انگلیس بیاد بگیره مردم کرمان و شیراز این این قلوب نیستش واقعا در اون زمان قاجار چنین چیزی بوده و گوبینا هم در مورد مردم شمال می که اینها به هم مثلا چی میکنن که آره انشالله روسیه بیاد ما بگیره ما بریم بشه خانه قین رو کجا اون چی بود شمال رو گرفتن چه ترکمن چای رو نمیدونم تمام قسمت قفقاز اینها رو از ایران گرفتن اینجام بیان بگیرن گشته گفتم خانه قین یعنی شم... هم شمال ایران مردم مازندران و گیلان به هم مجده میدن که حالا زو... شاید یه روز روسیه نامه مینوشتن به سفارت روسیه که بیان ما رو بگیرین که ما راحت شیم بلکه ما با یک کشور پیشرفته ملحق بشیم مردم کرمان و شیراز اصفهان هم گویا همینطور بودن به جان عزیز که در تمام ملت مسلمان یک راستگویی درست کردار نیست حتی راست گفتن را خارق عادت یعنی خارق العاده میدونن و جزو معجزه و کرامات میشمارن و آدم درست کار را مثل کبریت احمر میدانند آدم درست کار را ببین همینجا باز میبینیم سر خط فارسی هی اشتباه به وجود میاد آدم درست کار را مثل کبریت احمر میدانند همه دروغگو متقلب و خاص در مسلمانان ایران یک راست کود تجربه من این بود که شیعه ها حتی بیشتر از سنی ها دروغ میگن چه در سنی های افغانی رو شما من نزدیک افغانستان پروژه زلزله داشتیم ما ساختمانی داشتیم در بچگی مرفته بودم دیده بودم تایباد و نمیم قادرآباد مردمان بسیار راستگویی بودن و بقیه حتی عرب ها هر, هر که من داشتم با عربها ها معمولا مردم راستگوتر و صاف ساده تری بودن خاصه در مسلم ایران یک راستگو درست و درست و چی؟ درست رفتار برای دوا برای دوا نمونه هم پیدا نخواهد شد بلکه نابود نابود صرف است رفته هم نبینه. و این مسئله بر همه اهل کره به وضوح پیوسته راست میگه اکثر مردم جهان ایرانی ها رو دروغگو میدونستن هنوز هم متاسفانه این مسئله وجود داره هنوز هم در خیلی جا ملتی قدرت دستشونه چه در آمریکا چه در اروپا کسی که صاحب کاره کسی که صاحب ملکه وقتی این میخواد اجاره بده دوست نداره به ایرانی اجاره بده دوست نداره به ایرانی کار بده دوست نداره به به این خود این ایرانی مثل سیاپوست خیلی اوقات باید بره یا خودش یه کاری بکنه پول در بیاره به خاطر اینکه کسی بهش اونقدر راه نمیده شما تو بیمارستان کار میکنید پزشک ایرانی خیلی مشکل میتونه بره کارگیر بره یه خود تبعیض نشون میدن میگن شماها اهل همکاری نیستین اهل نمیتونن علنا بگن ولی شما متوجه میشید و یه مقدارشم اشکال از خود ما ایرانی که زیاد اجتماعی نیستیم زیاد اهل همکاری و اطاعت نیستیم ما مردم مطیعی نیستیم و هرچی به دهن میاد خیلی وقتا میگیم و مردم هم اصلا مات میموند چون برسا همون تعارفایی هایی که در ایران وجود داره شاید خیلی سطحی و تعارف تو در فرهنگ ایرانی چیز سطحی و دروغینیه ولی در غرب وجود داره و خیلی هم خیلی ظریف و خیلی واقعیه و اگه کسی درست این هنره تعارف غربی رو ندونه واقعا ضرر میخوره ما از ایران میایم خارج میشیم خیلی وقتا اون تعارفات بی خودی رو میندازیم کنار متوجه نمیشیم که نمیشیم که نه اینجا هم تعارف وجود داره متوا دقیق و واقعی باشه ما نمیتونیم هی دروغ دروغ بگیم خیلی ممنون دوست دارم قربون شما فلان این حرفا واقعا بی معنیه برای غربی ها. ولی شما باید با احترام و ادب حرفی بزنید که نسبتا صادقانه است و در با ادبانه است و به گوش مخاطب خوش میاد متاسفانه انسان ها در همه جای جهان دوستان از اینون تعریف بشه دوستان حرف مثبت بشنوند و به همینطور اینجا صحبت راجع به کشتار بابی ها هستش وقتی که اولین بار به ناصرالدین شاه سکن ترورش کنن و موفق نشدن اومدن چند صد نفر بابی رو بیخود و بی جهد. حالا چه مقصر چه غیر مقصر همه رو گرفتن و و به همه اخشار مختلف جامعه و های مختلف رشن یا یه کپون دادن که شما باید ده نفر رو بکشین درویش ها باید ده نفر رو بکشن نمیدونم چه میدونم ها باید ده نفر رو بکشن اعضای مجلس باید ده نفر رو بکشن اوردن توی چیز و اینجا نیشه که من در زاویه میدان شاه تهران درجه بیرحمی و پایه بیمروتی و طب خونریزی و خوی ستمگری طبقات رعیت را حتی یعنی حتی رعیت هم یه داشتن که باید بیان بکشین ملاحظه و سر می نمودم از هر طبقه رزالت معابتر و شریرتر و خونخارتر قلنداران بیآزار و درویشان بیکیشان بیمار بودند درست میخونم این تو تلفن من دارم نگاه میکنم که آن ده نفر بیچاره از خدا غافل شده شده بابی را که برای کشتن به اینا سپرده بودن واقعا جالبه یعنی این داستان رو تو روزنامه های حتی غربی هم کاملا چی شد و دیتیلش رو نوشتن و آبروی ایران رفت و ناصر دین قبلش هم بهش گفته بودن که اگه این کار بکنی تو که این همه خرج کردی رفتی در اروپا نمیدم خواهی تو نشون بدی و رو رابطه برقرار بکنید این دیگه چه کاری که بیان یه عده بیگناه و وسط شهر بیاین بدین دست مردم دست نمیدونم لوریکش ها دست فلان هر کی بیاد بکشه گرچه لوریکش وجود نداشتون و این برات بعد تموم میشه این اسم تو خراب میکنه اسم ایرانو رو بد میکنه بعد ناصر در مادو گفته که به جون خودشون که ت... چی نکردن که به جون من کردن اگه خودشون کرده بودن این حرفو میزدن ساده بود ولی اینا به جون من چی کردن هر وقت به جون شما هم حمله کردن شما بیان همین حرفو بزنید از تایفه آخوند و ملا بر هزار باش که اگر دوستت باشند مالت را میخواهند و اگر دشمنت شوند خونت را این یه داستان دیگه ای که بعد از اون کشتار جمعیت حالش به هم خورده بوده اینقدر این داستان عجیبه آه واو اصلا یاد فیلم های دیوید لینچوین آدم میندازه بعد از این کشتار حالش به هم خورده میاد تو خیابون حالا داستان یکی یک یه یک آدم بیگناهی رو گرفته بودن میخواستن بکشنش این میپره وسط میگه آقا چرا این بابا رو میکشین کیه که شما همجی گرفتنش مردم عادی یکی گرفتن که این بابیه بابیه پس بکشیمش میگه خب بابا چرا بیخواد خود میخوایم بکشین همه یه آخوندی که اونجا بوده میگه اینم خودش بابیه اینم بگیرینش میگه اصلا من دستم هم, هم خونی شد و با اون چاقو و که میخواستن اونو بکشن به منم زدن من مجبورم فرار کنم برم پیش دوستم که جراح بود محمد علی خان اینم چه جراح و خونه اون بمونه و اصلا داستانایی که پیش میاد اینقدر عجیبه در این کتاب سه مکتوب آخونزاده میگم آخونزاده میزا خان اینقدر عجب. اینجا یه صحنه عجیبی داره میگه که حالا بعد از همه ماجراح ها که حالا چجوری یکی از دوستانشون هم کشتن و این حرفا و تیکه قلب طرف رو اردن پیش جراحه حالا این رفته پیش جراحه اونجا آروم بگیره تو خونه قلب یکی که دوستانش رو که بریدن اوردن میگن که آقای جراح شما این درسته که میگن چربی های دور قلب برای مداوام و خوه، ما این میرزا فلانی رو کشتیم الان تیکه قلبش رو آوردیم میخوام به شما بفروشیم اگه میتونین شما میتونین چه بکنین محشر غریبی دیدیم حالا این بعد از همون داستان ها تازه خونه بغلی سر صدا میشه میگه این چی میرم میگم که میگو، نگاه کردم که از یک طرف سه زن آرایش کرده وسمه کشیده با زیر جامعه های کوتاه، و های تنگ چی نوشته؟ شلگولی پارچه نقشه میرخصیدن از طرف دیگر پنج شش یا ایسه سبز و سرخ و زرد پوش سرخاب, سرخاب و سفیداب کرده دایر و دنبک تنبک زدن از سمت دیگر جمعی سلیته نره, نره فلان حالا اون کلمه هاشو خودتون ببینید با سنگ و چوب و کفش و جارو بر سر بی بی بگم همسایه بیچاره پیر زن می زدن حجوم آورده با مشت و لگد و کفش او را به این دو آن طرف آن طرف می کشن. این بی بی همسایه بوده که بچه هاش و شوهرش اینا چون بابی بودن همون روز کشته بودن این زن خونه نشسته بوده تمام روز داشته زجه می و گریه می کرده. و اینا میگن خب بذار بزار گریه کنه هیوونک بابا پس سر صدا نریم رو بگیریم همسایه‌مونه بچه‌هاشو کشتن حالا باشه هیچی نگیم و یومینه که صدای ساز و آواز میاد بعد میرن اونجا ببینن چی شده میبینن که یه عده با یه عده مدن ساز و آواز میدن که اصلا بنی بر سر قبر اینها برقصیم و واقعا هم با بابی ها رو اینجوری میکشتن این هم قسمتی از گفتگوی سوسمارو دولو کلانتر هستش خیلی خیلی خنده داره اینجا مخصوص اینکه چطور مردم میچاپن و مالیات رو ازشون میگیرن و چه کلک هایی سرشون میزن چه نقش هایی بازی میکنن چه جوری اگه کسی کوچکترین مخالفتی بکنه کوچکترین بر علیه همه این بیعدالتیها، ها حرفی بزنه چطور بدبختش میکنن و چطور هزار جون نقشه در میارن و به شکلی مثلا قانونی پدر طرف در خیلی جالبه حالا این داستان دیگه و این کتاب بر اساس بخونید سه مکتوب میزا کرمانی و قبلش هم پیش از این که حدود هشتاد 1880 یعنی حدود 140 سال پیش نوشته و پیش از اونم کتاب آخونزاده هستش مکتوباتشه و چند کتابی دیگه هم میزا کرمانی داره حالا من اینم نشونتون میدم با تو این دیرکتوری یه کتابی هستش که در مورد دو تا کتاب هستش یکی که آقای آدمیت گویا نوشته فیدون آدمیت من اینو هنوز نخوندمش احتمالا چیز خوبی شنیدم راجبش و یکی هم آقای به نام بهرام روشن زمیر نوشته آنالیزیه و قطعاتی از سه مکتوبه ولی کامل نیستش ولی بازم آنالیز بدی نیستش به نظر من بد نیست بخونی ولی خود سه مکتوب و مکتوبه مکتوب دوم و سومش بسیار خندهدار بسیار جالب و مثل همه بدبختی های ایران آدم نمیدونه باید بخنده یا باید گریه بکنه هشت بهش هشت کتابی که در مورد میگن که آقا خان ولی میز آقا خان کرمانی درسته که با عزلی ها ازدواج هم کرده بوده با دختر صبح ازل ولی به اون صورت اصلا مذهبی به نظر نمیاد اصلا با بیهار حتی مسخره میکنه زرتشتی همه رو چی میکنه که اینا همش بیخوده عرفان رو مسخره میکنه نمیدونم بافی ها رو چی میکنه و خیلی خیلی جالبه به نظر من خیلی پیشرو بوده و آخون هم پیش بوده البته با همه حرفاش نمیشه موافقت کرد ولی خیلی جالبه هش بهش به در مورد آین بابیه من نخوندم و زیادم جالب به نظرم نیمد که چی باشه ولی فکر کنم خودش ننوشته البته گویا دو نفر بودن ولی میگن من شک دارم که میزا خان در این کار داشته شاید هم نمیدونم شاید فقط نوشته به خاطر اینکه اعتقادات اینا رو چون میدم یه جا گولش میزنن بهش پولی میگن قولی میدن که بیا اعتقادات بابیه رو بنویس بهش مکتوب که من ما داشته باشیم که مثلا ثبت شده باشه و این میاد مینویسه با پولی که بهش نمیدن هیچی اونو مصرف میکنن به عنوان به سلاب سندی مخالف این بابا که اینم بابیه مثلا درصدی که در کتاباش میبینیم که ما چقدر همه رو نقد میکنه برای این کتاب بد نیستش اینا رو اگه وقت کردیم بخونیم خیلی جالبه کتاب ادوارد براون که بسیار دیتیل های عجیب و جالبی داره من واقعا لذت بردم حالا چیزی که جالب اینه که عکس میزا کرمانی دو تا عکس مختلف در دسته در کتاب ادوارد براون یک عکسی رو زده و یک عکس دیگه ای که تو همه سایت ها پیدا میشه یه عکس دیگه است و ما کشور ما حافظه تاریخی نداره که بدونیم که یک همچین اینتلکتوال که قرن 19 میلادی در ایران زندگی میکرد اصلا قیافش چی بوده حداقل بیشتر یه عکس داشته باشیم دو تا عکس کاملا متفاوت از دو تا انسان مختلف وجود داره معمولا رایجه این کتاب هستش از میزا خان کرمانی ولی یه عکس دیگه هم, هم هم, تو کتاب ادوارد بران اومده و هم تو ویکیپیدیا اومده که اصلا کاملا یک شخص دیگه است و برای من همیشه جالبه که این اصلا بعدم خیلی کتاب های میزاخان کرمانی اصلا ابین رفته گرفتنش بردنش این شخص پولداری هم بوده در کرمان پول داشته زمین داشته از پدر مادرش پولی داشته مادرش این را که کاملا مجبور میشن رابطهش رو ببرن با این پول و املاکی که داشته همه رو پشت سر میذاره میره ترکیه در تبعید چیز دیگه که عجیبه اینه که اینها چقدر زندگیشون شبیه بسیاری از ایرانی های هستش که خارج از کشور دارن سعی میکنن شعر بنویسن داستان بنویسن معاله بنویسن و یه جوری مثلا مردم ایران رو بیدار بکنن امروز یعنی این داستان چقدر ادامه داره و خیلی از داستانهایی که ما اینجا میخونیم شبیه داستانهای امروزی ماست یعنی افراد بسیار زیادی شما الان میبینید که واقعا همین داستانه که هر وقت در ایران کسی خواسته تفکر دیگری رو رو بیاره تبعید شده بیرونش کردن مجبور شده فرار کنه و تو همین کتابم هم داست خیلی توضیح میده که چند صد هزار نفر ایرانی الان دارن در کشورهای مختلف با کمترین احترام به, عنوان موجوداتی پست دارن عملگی میکنن در روسیه در اینجا در اونجا و نه در این کتاب در کتابهای دیگه هم شما می که در زمان قاجار هم چند صد هزار نفر ایرانی فرار کرده بودن از ایران و مجبور دوان این برانوبا عملگی بکنن یا مثل این شخص در استانبول استانبول, استانبول برن مثلا کارهای خیلی کوچیک سطح پایین ترجمه درس بدن کلاس درس بدن عربی درس بدن فارسی درس بدن کسی علاقه نداره به فارسی در خارج از ایران وقتی شما از ایران خارج میشه از متوجه میشه که ای فارسی یک زبون بسیار محجوره که هیچکس بهش علاقه نداره شما میرین توی کتاب فروش امزان نگاه میکنین اصلا هیچ کس کتاب فارسی نمیخره یا کتاب ترجمه شده از فارسی نمیخره در جهان قبل در جهان متمدن کسی منتظر نیست که مثلا حرفای ایرانی ها رو گوش کنه که ببینه فلان دانشمند یا فلان اصلا این چیزا نیست که که شعرهای مثلا رومی رو میان اشتباهی بعد دروغی ترجمه میکنن که مثلا یه چیزی مد بشه یه چیزی در این سطح همش بیشتر روی بازاریابی و کلک و دروغ اینا ولی واقعا روی هم رفته جهان غرب به زبان فارسی هیچ میلی نره ما هی نشستیم همه رو میگیم ادبیات ایران ادبیات ایران ادبیات شما برید نگاه کنید تو آمازون برید ترجمه اولا ترجمه مثلا شاهنامه فردوسی چند تا وجود داره به انگلیسی یکی دو تا بیشتر نیستش در این سال گذشته و تجزیه چاپ هم نمیشه و کسی اصلا نمیخره کسی چاپ نمیکنه اصلا کسی علاقه نداره به سعدی اصلا سعدی رو کسی نمیشناسه حتی استاد دانشگاه هم سعدی رو نمیشناسن اگه بشناسن حافظ سعدی رومی رو مثلا در از در, در حد مثلا دو تا سه تا جمله یه چیزای شنیدن ولی اصلا حتی در سطح استاد دانشگاه هم علاقه ای ندارن به ادبیات ایران من نمیدونم ما چجوری تو ایران یک عمر هزار جور دروغ در مورد نمیدم ادبیات ایران در مورد نمیدم ایران حخامنشی در مورد پیغمبر نمیدونم اسلام در مورد فلان کس فلان کس هزار جور دروغ انقدر تکرار کردن به قدری از بچگی حرفای مختلف رو تکرار کردن تو ذهن ما که واقعا ما بریم هر چی بهمون گفتن اصلا بشوریم بزنیم که از نو چشمامونو بشوریم گوشامونو بشوریم از نو بریم همه چیز تحت سوال بیاریم همه چیز باید تحت سوال بود همه چیز باید تحت سوال بود از ما از یادم در ایران از بچگی ما بزرگ شدن مثلا مصدق رو کرده بودن یک بوتی مصدق یک بوتی بود بعد شما میای میشینی مقالات و کتاب ها و چیزهایی که در مورد این شخص هست می‌خونی واقعا متوجه میشی که نه این همچی بوتی هم نبوده اتفاقا شخص یا مثلا امیر کبیر که میگن امیر نظام بوده اسمش اینقدر گندش کن تو سریال های تلویزیون چی کردن بعد شما میرین میخونی کتاب های مختلفی که خارجی ها نوشتن دیگران نوشتن اصلا شما نمیگن اصلا همچین شخصیتی نبوده همچین آدمی نبوده تمام اون کشتار بابی ها به خاطر همین امیر کبیر بود به بدترین فجیعترین واقعا با حیوان اینطور رفتار نمی کنن که اینها با بابی ها کردن من کار نه من به مذهب بابیه اعتقادی ندارم ولی این که اصلا چه رفتار غیر انسانی که انسانها رو پاره پاره بکنن رودشون رو بکشن بیرون جلو هم درشون برقصن تو شهر بگردوننشون سوراخ سوراخشون کنن شم بزنن تو سراخ بدنشون شم بسوزه کم کم اینها بهشون میگن شم آجینت کردیم آجین آزین آجین یعنی آراسته کردن با شم مثل لوسترت کردیم تو بدنت شم گذاشتیم در حالی که هنوز زنده ای این شمه کم کم بیاد چربی بدنتو بسوزون و بره جلو اصلا بدترین حالت آدم واقعا وحشت میکنه وحشت میکنه همه چیز رو با تحت سوال آورد اینم صحبتی بود امشب و امیدوارم که آگاهی دهنده باشه امیدوارم که شما چند تا کتاب بخونید و مثل من روشنتر بشین یه خود یه خود تر آدم بشه هر روز بهتره با اجازهتون خدا بزن.